اونی که ما خواستم قشنگه بگم، آقای دکتر با سه تا نامه خانم لولا که میشناسین فیزیکدان جایزه نوبل رو از خودکشی نجاتش دادن. من گفتم سه تا نامه چیزی نیست، فرانسه است دیگه، یه روز من میشینم درش میارم. یک سال وقت منو گرفت. حالا چه برسه بقیه نامه که از ترکی، از آلمانی، از فرانسه، از عربی، از اسپانیولی، از ایتالیایی، از نمیدونم یونانی بخواد ترجمه بشه. کار من نیست، کمک دولتی میخواد. حالا این سه برگ نامه خانم دوریس بگم. خانم دوریس با ایدوچو نوشته: دکتر محمود خان، ای عزیزترین دوست من، تو به وسیله این نامه داری از خصوصی ترین مسئله زندگی من با خبر میشی. من عزیزترین داشته خودم که شوهرم باشه در جنگ با خمرهای سرخ از دست، شوهرش کامبوجی بود، میدونین کامبوج قصه شو دیگه، نه؟ وقتی که مغلا حمله میکنن، ایرانی ها پناه میبرن در شرق خراسان کاشمر، مغلا حمله میکنن، اینا پناه میبرن مرز پاکستان و هندوستان، یه کشوری درست میکنن به اسم کاشمر. پاکستانی ها نمیتونستن بگن کاشمر، میگن کشمیر. همین که پاکستان و هندوستان دعوا داره سرش، کشوری بود که ایرانی ها ساختن، ایرانی های اندیشمند. وقتی دوباره مغلا حمله میکنن میرن دورتر، مجبور میشن در شرق دور یک کشوری درست کنن به اسم کشور علم و دانش، به اسم کشور کامبیز که میگن کامبوج. همیشه یه جنگی بین این محلی ها اینا بودی که در جنگ با خمرهای سرخ حدود 90% از این مهاجرین ایرانی کشته میشن. شوهر اینم یکی از اینا بود. گفته من عزیزترین داشته خودم که شوهرم باشه اینا از دست دادم. اینقدر از زندگی بیزار شدم و تنفر دارم و بیزارم. حالا بیزار قشنگ‌تره که صبح حاضر نیستم بیام پرده رو بزنم کنار و به نور خورشید نگاه کنم. این نامه من یا نامه بعدیم اطلاعی است به تو عزیزترین دوست من که من خودم رو از بین بردم. وای 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 وای. خانم لولا فیزیکدان که به اندازه موهای سرش، دیگه اینوری نگم، به اندازه موهای سرش شاگرد تربیت کرده، این خودش رو میخواد بکشه. من چی بگم بهش؟ من چه جوابی بدم؟ حالا من جوابای دکتر میدم، شما کیف کن. آی دکتر بهش نوشتن: ای لولای عزیز، ای عزیزترین دوست من، من نامه تو رو خوندم، بسیار بسیار در فکر فرو رفتم، شاید سخت‌ترین عذاب زندگی روی مغز منه، ولی فقط در مقابلش از تو یک سوال میخوام بکنم. در فصل بهار به اقتضای طبیعت و مسلماً به خواست خداوند یک بوته‌ای ازش یک ساقه‌ای رشد می‌کنه. در دامن بهار تبدیل به غنچه و در بهترین فصل بهار تبدیل به زیباترین گل جهان میشه. به اقتضای طبیعت در فصل بهار رگبار میزنه و این گل خورد میکنه و تمام زحمت این بوته رو از بین میبره. من سوالم از تو لولای عزیزینه: آیا در بهار بعد این بوته از خواست خداوند اطاعت خواهد کرد، ساقه بعدی را از خودش رشد خواهد داد و در دامن بهار تبدیل به یک غنچه و در بهترین زمان بهار تبدیل به زیباترین گل جهان خواهد کرد، یا برای همیشه از گل دادن صرف نظر میکنه؟ من پیشنهادم به تو لولای عزیز، عزیزترین دوستم، اینه که آدم در زندگی طبیعتش طبیعت گل باشه.